اندکی به دور شدیم. ما انسان ها هستیم، انسان ها با لغزش ها و خطا ها هم را هستند و به همین خاطر هم است که شخصیت ها دلده هم آمدن تا از تجارب تلخ گذشته خود درس عبرت بگیرن و با تحقیق و بررسی و ارزیابی همه جانبه و دقیق رویدادهای های گذشته و حال به کار مشترک ملی دست بزنن. اهدافی که جبهه روی این جمع شده کاملا مشخص است و تشویش هایی که داشتن کاملا مشخص است. شما ببینید که در 7 سال گذشته وقتی که پروسه سیاسی جدید و فصل تازه سیاسی در افغانستان آغاز شد و بیش از 40 کشور دنیا در افغانستان حضور سیاسی، نظامی و اقتصادی دارند و سیل کمک ها به افغانستان سرازیر میشه، امروز در 7 سال گذشته خونهایی که ریخته شد، حوادثی که با وجود آمد و بی‌عدالتی ها و قانون شکنی هایی که با وجود آمد شاید کمتر از حوادث دهه های قبل افغانستان نباشد. پس بنابراین ما یک مقدار باید به صورت دقیق تر علل و عوامل حوادث بررسی بکنیم و تمام کاسه کوزه ها را به سر یک یا چند شخص یا یک یا چند جریان نشکنیم. به این خاطر ما ضمن این که ما سنچارکی صاحب عفو میخوایم، اول خوامی خود اگر یک جبهه بیرونی می بود که تا حال امتحان نشده بود، امی خونریزی و مصیبت و چیزا رو که شما خود تشریح میکنین، اقلام مهمش امی پچمی ها و خلقی ها و به تعقیب از او حکومت مجاهدین که در راس از او طویل المدت آقای ربانی بالای قدرت بود، امی ها فاکتورای بسیار عمده جنگ مصیبت در افغانستان و خانه جنگی ها بودن. یکی و در پالوی از او شما خو آقای سنچرکی مسلمان هستین، فضل خدا 5 وقت نماز میخوانین، قرآن زیر بغلتان گرفته مسجد میرین یا در خانه مطالعه میکنین، یقینا از یک جبهه فضل نمایندگی میکنین که شما خود یک شاید در جهادی سر گرفته بودین. خط شما باید به اساس خط قرآن باشه و در پالوی از او شما تقریبا 14 سال جایی که خون بود ریختاندین علیه کفر و الهاد که پرچمی ها و خلقی ها باشه، حکومتی از اونا رو شما نمیخواستین. امروز شما از نگاه خود اساس مفکوری اسلام که با الهاد برابر نمیایه، شما را بسیار متهم به این میسازه. اگر فرض نمی با پرچمی ها و خلقی ها در اطلاف یا فرضاً در یک جبهه قرار نمی داشتین، یک قلم بسیار بسیار مهم انتقاد از شما کاسته می شد. مگر شما شاخه که بالای خود چسباندین و این بسیار برای مردم جالب هست و حیرت آور است که چطور میشه یک مسلمان با این جهادایی که شد 2.5 میلیون شهید و آواره و دیگه و دیگه، حالا باز شما پس برگشتین در اونجا در یک چی مدغم شدین. اینجاست که سوال از یک مسلمان شما فرضون سبا امریکا برآمد و شما همی جبهه هم موافق شد، آقای چی خو گلابزوی خو میخواهی که قانونش به اساس قانون روسی باشه و لنینیزم و مارکسیزم باشه و شما آقای ربانی صاحب اینا خب به اسلام باید طول و ترازو کنه قوانینه، شما چطور میتونین در داخل یک جبهه یک حکومت آینده را تشکیل کنین اگر قرار باشه برای افغانستان برای آیندهش دلتان میتپه صاحب؟ ببینید جناب خطاب، اصلا قضاوت ها و داوری ها فکر میکنین یک مقدار بسیار ذهنی و تجریدی است و دور از واقعیت های درون جامعه افغانستان است و اگر شما دقیق شدید در افغانستان ما کمونیسم به مفهوم ماتریالیزم نداریم در افغانستان و بیشتر کسانی که در گذشته ها گرایش به سوسیالیزم داشتن یک نوع شیره اقتصادی خاصی را اونا تجویز میکردن برای حل معضلات اقتصادی و تفکر مادی یا ماتریالیستی به مفهوم مادیگرایی مطلق در افغانستان وجود نداشته و اکثر افغان ها از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمدن، مسلمان هستند، کلمه می خوانند، به نماز و سنت های اعتقادی و دینی باورمند هستند و من بسیار متاسف هستم که درباره آقای گلابزو یا علومی یا بعضی شخصیت های دیگه که وکلای منتخب مردم مسلمانی شرق و جنوب کشور ما هستند قضاوت های ناعادلانه صورت میگیره، اونا افراد مسلمانی هستند
و سایر کسانی که در داخل جبهه هستند، نماینده اقوام، نماینده سمت‌ها و مذاهب و کتله های قومی که در آقای گلابزو علومی آل مسلمان شدن یا در سال 78 که کودتا شد وقت هم مسلمان؟ بر حال از اینکه در دین اسلام یک نفری که از اسلام برای خود مرتد میشه او رو میگه سنگسار کنین یا در چاپ پرتین یک چیزی میکنن او رسید؟ بر حال فعلی اشخاص به اصطلاح منات عمل است و ما و شما باید اسلام ظاهره میبینه، اسلام به کسانی که کلمه میخوانن به اونا بزار پیدا میکنند و اینا ما نه عرض ما این بود آقای سنچارکی، امی عذاب چپی را که نمونیش نزد شما در جبهه قرار داره، اینا خو عقل عبد چی کردن؟ یعنی تخلف کردن؟ شما باعث یک مسلمان، باعث یک مجاهد، باعث یک کسی که به قرآن عقیده مند هستین، شما اگر قاضی باشین از یک نفر خون یک نفر یک عریضی خودم میکنه که یعنی پدر ما رو کشته یا برادر ما کشته یا خانم تبا شده، شما چی فتوا میتین برای از اینکه آدم علیه میای ببینید جناب خطاب، در مورد حق العبد چه کسی که مسلمان باشه چه کسی که مسلمان نباشه و مامورم میگه برای هر نوع تفکری باشه او حق العبد باید پاسخگو باشه و هیچ کس نمیگه که حق العبد ببخشه و عفو بکنه. و یکی از انتقادهای جبهه ملی افغانستان همواره همی بوده که حکومت موجود و نهادهای مجری قانون نتانستن عدالت را اجرا کنند، قانون را تطبیق بکنند، حقوق تلف شده مردم را بازپس بگیرند و احیا بکنند. و مگر ما امیر میگیم که امی اشخاصی که با شما نشستن این میاد تخلف کردن و کلگی میدانن آفتابیست کل جهان خبر داره و شما هم خبر دارین امور اغماز میکنین منتها به خاطر از اینکه جبهه تقویه شو. ببینید این افراد ممکنه ما پیشتر به خدمت شما عرض کردیم که حق تلفی های صورت گرفته، صورت گرفته، اما این تنها اختصاص به یک شخص یا یک فرد نداره. در افغانستان شما کمتر کسی را پیدا میکنین که او درگیر حوادث و تحولات سیدهی اخیر نباشه مگر دوستا و برادرها و خواهرای ما که بیش از 30 سال از این وطن رفتن و ترک کردن این وطن، در کشورهای خارج زندگی کردن. کسی که در داخل افغانستان بوده لامحاله یا به جریان های جهاد یا به جریان های سیاسی حاکم یا به جریان های دیگر به نحوی دخیل بوده و این واقعیت های تلخ یا شیرین درون جامعه افغانستان از ما نه او را خو او را میفهم. آله فرض کنین سنگچارکی صاحب، شما اگر با طالب اطلاف کنین خو میگه مسلمان هستین و کتاب و سودگه است، شما بازخواست میشه تخلفات شما. فرضاً با حکمتیار گروپی از اونا اگر در یک میز بشینین خو میگم شما گروپ های اخوانی با هم یک جای نشستن از یک قرآن از یک منبع اینا قوانینشان مطرح میشه اوامرشان درست است، مگر از یک گروپی که شما 14 سال با او در جهاد و جنگ و خوندیزی و اینا بودین، یعنی در یک تضاد عمیق درونی عقیدوی شما قرار دارن، یکی و دومی که دمونجا هم آغاز جهاد که شد علیه از اینکه اینا اشغالگرا هستن خارجی را دعوت کردن، ملک ما را فروختن، استقلال مطرح بود، دین مطرح بود، ای کلی از یک پکیج عام که اسلام علیه ماتریالیسم می جنگه امروز اونوا با شما مدغم شده. این سوال پسانی که ربانی صاحب چی کرد و مسلمان ها چقدر تخلف کرده او را هم یک روز دامنگیر شما میشن سوال و جواب میشه، مگر در مجموع همی خود اطلاف یک بخش بسیار عمدیش است که شما من نمیفهم میگم موافتابه که با دو انگشت یک نفر بخواه پنهان کنه، امی جبهه متحد است که نمیفهم چطور جواب خواد داد برای مردم افغانستان. میگه یک جبهه بسیار ناقص و متاسفانه چرا ای امو